زحماتی که کشیده شده و مضاعف خوشحالیم از اینکه 57 روستا هم امروز از نعمت آب سالم پایدار استفاده خواهند کرد. به همه مردم عزیز خطه شمال به ویژه مازندران سلام عرض میکنیم، به همه عزیزانی که در جلسه شما حضور دارند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین. انشاءالله امیدواریم روز مبارکی برای مردم ایران و برای مردم عزیز مازندران باشه. به نام خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه پیامبر عظیم الشأن اسلام و ائمه هدا علیهم السلام، بهره برداری از 5 نیروگاه، 4 پروژه بررسانی و همچنین آبرسانی به 57 روستا در استان مازندران آغاز بفرمایید. علی برکت الله. اللهم صل علی محمد. خب بینندگان محترم، حسن ختام 39 هفته افتتاح پروژه های کلان ملی بیانات ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجشنبه های امسال برای ما و انشاءالله برای مردم عزیز ایران خاطر انگیز بود. هر هفته ما افتتاح‌های بزرگ در سراسر کشور داشتیم و این 39 هفته بود و انشاءالله تا پایان سال خدا توفیق بده و این طرح پنجشنبه ها رو ادامه بدیم. امروز روز پایان سال میلادی 2020 هست، سالی که با سختی‌های توأم بود و پایان یافت و فردا سال جدید میلادی آغاز میشه و همچنین ایام سالگرد شهادت سردار بزرگ ما سردار سلیمانی عزیز هست که نام او، یاد او، خاطرات او و همچنین راه او و مکتب او که همون مکتب امام بود و مکتب رهبر معظم انقلاب بود، اون راه و اون مکتب انشاءالله همیشه ادامه پیدا میکنه. حتما دشمن ضرر کرد از این کار غلط و نادرستی که انجام داد و از این ترور وحشیانه و مطمئن باشه مردم و جوانان ایران و جوانان منطقه مقاومتر و با امید بیشتر در مسیر مقاومت و استقلال منطقه ایستادگی می کنند و همه مردم فهمیدند تا روزی که آمریکایی‌ها در این منطقه هستند این منطقه روی خوش کامل مطلوب رو نخواهد دید و ملت‌های منطقه انشاءالله پای این جنایتکاران و همچنین متجاوزین رو روزی قطع خواهند کرد به حول و قوه الهی. شهید سلیمانی و همچنین یارش ابو مهدی المهندس برای ما وجودهای ارزنده بودند. من دلم میخواد اشاره کنم به یک نکته ای از زندگی شهید سلیمانی به دلیل آشنایی نزدیک 40 ساله‌ای که من با او داشتم. واقعا سلیمانی در چیزی که می‌فهمید که وظیفه‌اش هست و وظیفه ملیش هست، وظیفه دینی و انقلابیش هست، در اجرای اون تردید نمی‌کرد و این خیلی مهمه. یعنی ما وقتی چیزی رو می‌فهمیم به عنوان وظیفه ما هست و باید برای کشورمون و برای ملتمون و برای منطقهمون انجام بدیم، دیگه نباید تردید کنیم، دیگه نباید از اونایی باشیم که یخشون الناس، از مردم بترسیم، از قدرت‌های جهانی بترسیم. باید قدم بگذاریم و حرکت بکنیم و این عدم تردید و تصمیم قاطع یکی از نعمت‌هایی است که خداوند به انسان‌های خالص خودش عنایت می‌کنه.
دوم اعتماد به نفسی که سردار سلیمانی داشت. واقعا طرحهای بزرگ بود. من حالا اگه بخوام بگم در این نزدیک 37 سال، نزدیک 40 سالی که ما در مقاطع مختلف با هم بودیم، با هم صحبت کردیم، با هم بحث کردیم، صدها ساعت ما با هم صحبت کردیم، خیلی کمه این عدده، شاید هزارها ساعت در طول این 40 سال ما حرف زدیم، بحث کردیم. واقعا اعتماد به نفس داشت. طرحی بود بسیار مهم، بسیار خطرناک، ولی کاملا اعتماد به نفس داشت. واقعا پا به رکاب بود و من این تعبیر رو در روز شهادتش در یه جایی انجام دادم، گفتم شهید سلیمانی رو من ندیدم از زین پایین بیاد، از رکاب پایین نیامد. از اون روزی که من او رو دیدم در جبهه‌های جنگ در اون سالهای اولیه دهه 60، همیشه رو رکاب بود و همیشه تاخت و همیشه به سمت هدف رفت و همیشه موفق بود و همیشه پیروز صحنه و میدان بود. موفقیت‌های بسیار بزرگ، گاهی موفقیت‌هایی که باور کردنی نبود، به دست آورد. این اعتماد نفسی و از همه اینها مهمتر اون خلوص و اخلاص و اخلاق حسنه‌ای که داشت، کمالات انسانی که در این مرد بود. واقعا خیلی وقتا من او رو می دیدم و با هم جلسه داشتیم، تو ایام هفته روزه داشت و آدم مخلصی بود. واقعا حرف زدنش از دل می گفت، با همه وجودش تلاش می کرد و این اخلاصی که از مسائل بسیار مهمی است که ما رو به همه جا می رسونه و اگر اخلاص نباشه هیچی نیست، واقعا همه چیز بی ارزشه. من یه نکته دیگری می خوام راجع به زندگی شهید سلیمانی بگم و اون این که سلیمانی به همه منطقه و مسلمان‌ها در مقاطع مختلف عزت رو هدیه کرد و در بسیاری از مقاطع ذلت رو برای دشمنان این سرزمین، برای دشمنان این منطقه، ذلت اونها رو به رخشون کشید و بهشون نشون داد. با دستان پربرکتش هم عزت آفرید برای مسلمان‌ها، هم ذلت خلق کرد برای مشرکین و دشمنان اون. البته نمیخوام من شهید سلیمانی رو با مولای من امیرالمومنین مقایسه کنم، ما همه خاک پای او هم نیستیم. اون بزرگ مردی که غیر از پیغمبر کسی رو به مقام و عظمت او در تاریخ سراغ نداریم. واقعا اون جمله‌ای که پیغمبر راجع به امیرالمومنین فرمود بعد از جنگ خندق، اون جنگ خندقی که حضرت ورود پیدا کرد با عمرو بن عبدود و اون پیروزی بزرگ رو آفرید، پیغمبر یک جمله عجیبی فرمود نسبت به او. فرمود ما کان بیتون من بیوت المسلمین الا وقد وقع فیه عزن به ضربتک. گفت علی، ضربه‌ای که تو امروز زدی، هیچ خانه‌ای در دنیای اسلام نبود مگر اینکه با این ضربت عزت رو وارد اون خونه ها کردی. این خیلی مهمه که آدم بتونه راه امیرالمومنین رو طی بکنه، یک کاری بکنه همه مردم احساس غرور بکنن. من نمیخوام بگم این تنها در میدان جنگ نیست، ممکنه تو آب و برق هم ما یه کاری بکنیم همه احساس غرور بکنن، ممکنه تو انرژی هم یه کاری بکنیم همه احساس غرور بکنن، ممکنه تو توسعه کشور یه کاری بکنیم همه احساس غرور بکنن، ممکنه در صحنه های مذاکره با دنیا یه کاری بکنیم همه احساس غرور بکنن. این مهمه که ما کاری بکنیم که غرور آفرین باشه برای یک ملت و یا گاهی برای یک امت. و امروز من بسیار خوشحالم که در این افتتاح ما یک سد بسیار مهمی رو در شمال غرب کشور افتتاح شد که این سد میتونه
یک دریاچه سرنوشت ساز برای زندگی مردم رو احیا بکنه. و من خوشحالم که خداوند توفیق داد به یکی از آرزوهامون رسیدمون، با اون احیای دریاچه ارومیه بود. انشاءالله به زودی میرسیم به اون روز جشن احیای دریاچه ارومیه. 14-15 میلیون نفر در غرب کشور کشاورزیشون، سلامتشون، زندگیشون مرهون این دریاچه است و این نگین کبودی که نگین سبزی که تو این منطقه هست زندگی اینها رو تضمین میکنه و اگر نباشه نمیشه زندگی کرد. به این کار بزرگی بود که امروز به افتتاح رسید و سایر افتتاحهای بسیار خوبی که انجام گرفت. بسیار من خوشحالم روزی که دولت کار خودش رو آغاز کرد ما 144 تا سد تو این کشور داشتیم. انشاءالله اگر خدا توفیق داد روزی که میخواییم از این دولت ما خداحافظی بکنیم 201 به یادگار میگذاریم. از 144 میرسیم به 201. 57 انشاءالله در این 8 سال به افتتاح میرسه که امروز البته 48 افتتاح شد و باید بقیهش هم ادامه بدیم تا پایان دولت. در شبکه آبیاری دولت در طول این 8 سال 333,000 هکتار شبکه رو ایجاد کرد. شبکه البته مرحله 1 و 2 که مال وزارت نیرو هست، شبکه آبیاری و زهکشی، که یک رقم بسیار بزرگ در تاریخ ایرانه. در تصفیه خانه آب شهری در این دولت به اندازه 100، حالا اونجا 157 تا 100 انشاءالله ما به افتتاح میرسونیم، اینجا 56 تا تصفیه خانه شهری انشاءالله به افتتاح میرسه تا پایان دولت. تصفیه خانه فاضلاب 101 تصفیه خانه فاضلاب تا پایان دولت به ثمر میشینه و به حمدالله ما میبینیم که یک حرکت بسیار خوبی برای زندگی مردم در آب و برق که زیربناست، هم برای زندگی اصله و هم زیربناست برای توسعه، برای صنعت، برای کشاورزی و برای خودکفایی و برای اینکه ملتی امنیت کامل داشته باشه در زندگی خودش. به حمدالله در این راستا و در این مسیر قدم‌های بسیار مهم و خوبی برداشته شده. من تشکر میکنم از وزارت نیرو برای همه زحماتش، از شرکت‌های خصوصی، از جوان‌ها، از مهندسین که کار کردن. و با 2 عرضم رو تمام میکنم. ما امروز در برابر خودمون 2 عرصه داریم و این هر 2 عرصه برای ما مهمه تا به پایان برسیم. یک عرصه، عرصه مقاومت ما در برابر جنگ اقتصادی است، این جنگی که به ما از سال 97 تحمیل کردن. من یک بار دیگه گفتم، بازم تکرار میکنم، ترامپ عین صدام بود. صدام 8 سال جنگ رو بر ما تحمیل کرد و سرنگون شد و ترامپ 3 جنگ اقتصادی رو بر ما تحمیل کرد. او هم تو هفته های آینده سرنگون میشه، نه از حکومت، اصلا از زندگی. یک آدم بی‌آبرویی در تاریخ خواهد بود به خاطر جنایت ها و ظلمی که کرد. یکی از ظلم های غیر قابل گذشتش شهادت شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس بود که حالا خیلی او جنایت کرد، خیلی آدم کشی کرد، ولی این دو موردیست که ما یادمون نخواهد رفت. اینا باید بدونن این داغ بود بر دل ما و برای همیشه در سینه ما هست و انتقام این خون رو ملت‌های منطقه و ملت ایران یه روز مناسبی از اینها خواهند گرفت. برای اینکه ما بتونیم مقاومت بکنیم ما باید همدیگر رو تقویت کنیم، ما باید دولت رو تقویت کنیم. هر کس دولت رو تضعیف بکنه و بگه من ضد آمریکا هستم دروغ گفته، از اون دروغای شاخدار گفته. اگر کسی ضد آمریکاست
باید در شرایط جنگ اقتصادی که دولت در میدان جنگه و به تعبیر رئیس جمهور فرمانده این جنگ رئیس جمهوره، ما در میدان جنگیم و داریم می جنگیم با آمریکا. اگر کسی آمد و این دولت رو تضعیف کرد، او چه بخواد چه نخواد حامی آمریکاست و طرفدار آمریکاست. و هر کس در این شرایط بخش توسعه کشور، بخش خصوصی، بازرگانان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، اونهایی که دارن تلاش میکنن تو کشاورزی، تو صنعت، تو خدمات، خدای نکرده به اونها ضربه بزنه، او حمایت از آمریکا کرده. امروز روزی است که ما باید برای توسعه کشور همه همدیگر رو یاری کنیم و امروز روز وحدته. هر کس وحدت بشکنه، هر کس اتحاد بشکنه، هر که فاصله بندازه، هر که اختلاف درست کنه، این طرفدار آمریکاست. امروز ما همه باید با وحدت، با اتحاد، با یکپارچگی، با ایثار، با فداکاری، با صحنه بودن در صحنه اقتصادی و با حمایت دولت باید بتونیم ما از این جنگ خارج شیم و انشالله با پیروزی خارج بشیم به حول و قوه الهی و خدا ما رو یاری خواهد کرد. و نکته آخر، ما یه جنگ دیگر هم داریم و اون جنگ با این ویروس هست. این ویروس ویروس خطرناکی هست، ما همه باید با این ویروس مبارزه بکنیم. کادر درمان ما در خط مقدم هستن، باید اونا رو یاری بکنیم و همه مردم باید پروتکل‌های بهداشتی رو اجرا بکنند. من بسیار ممنون و متشکرم از مردم که در این دو ماه اخیر خیلی همکاری کردن، تلاش کردن، کمک کردن و ما تونستیم کشور رو از اون شرایط بحران بیاریم در یک شرایط نسبتاً قابل قبول. البته هنوز باید کار بکنیم، ما باید این راه رو ادامه بدیم، باید پروتکل‌های بهداشتی رو به دقت اجرا کنیم، باید تجمع‌ها رو کنار بگذاریم. الان موقع تجمع نیست، به هر مناسبتی هر چیزی هست، تجمع خانوادگی، رفاقتی، دوستی، ملی، دینی جای تجمع نیست و جایی است که ما باید فاصله گذاری ها رو مراعات بکنیم، از خدا هم استمداد بکنیم تا انشالله از این مشکل هم عبور کنیم به حول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.